الو ایران فردا. الو ایران فردا. ایران فردا. الو ایران فردا. الو تلویزیون ایران فردا. با درود به همه شما عزیزانم، همه شمایی که ایران فردا رو دوست دارید، برنامه ها رو دنبال میکنید و هر از گاه، گاهی هم درست در وسط برنامه، نقطه نظرهایی دارید که تلفن میزنید به تلفن ما و در اونجا اظهار نظر میکنید، محبت میکنید، بر چشم مینهم من و همکارانم و پیشنهادهای شما رو با دقت دنبال میکنیم. اگر دستمون بر بیاد فوراً انجامش میدیم یا در برنامه هامون قرار میدیم، یا اگر موضوعی راجع به بهبود برنامه، تغییر برنامه یا مسائلی باشه، اینجا با شما در میان میگذارم. یادتون باشه این مقدمه اون ارتباط مستقیم ماست. باز هم تکرار میکنم، وقتی ما رفتیم روی هاتبرد از اول نوامبر و اون خط ویژه تلفنی برقرار شد، شما راحت میتونید هر هفته یه برنامه مخصوص دارید، زنگ بزنید، مستقیما با من صحبت کنید و هر بار هم یکی از همکارانمون اینجا خواهد بود که در رابطه با برنامهش، در رابطه با کاستی ها یا اون چه که مورد علاقه شماست با او صحبت کنید. کارگردان برنامه، نویسنده های برنامه، اجرا کنندگان برنامه، خلاصه همه خانواده ایران فردا رو شما خواهید داشت. فعلا در این چند هفته باقی مانده ما بسنده میکنیم به تلفن هایی که شما از چهار سوی جهان و به ویژه خانه پدری به شماره مخصوص مطالب، بعدنم میگم اعلامش کنن دوباره، به اون شماره تلفن میکنید. ما همه این حرف ها رو میشنویم. باورتون نمیشه که من وقتی آرش برای من همه این مجموعه تلفن ها رو میفرسته، شاید چند ساعتی بنشینم و به تک تکش گوش بدم و چقدر میآموزم، چقدر جالبه برای من. یک کلمه ناروا در این حرف ها من نمیشنوم. تماما این نشان دهنده ادب یک ملت، خرد و کلان، پیر و جوان، و همه با مهر، با محبت، حتی اگر ایرادی دارن، انتقادی دارن، همونطور که گفتم اون دو اصل طلایی رعایت میشه، ناسزا گفته نمیشه و همینطور کینه ورزی. یه توضیح من راجع به کینه ورزی بدم یا درباره اون ناسزا. ما یه تلویزیون سیاسی هستیم که در این حال برنامه های انترتیمنت یا برنامه های فرهنگی، برنامه های سرگرم کننده و ورزشی و تمام این نوع برنامه ها رو سعی کردیم در این جنگ فراهم کنیم. حالا داریم راجع به مسائل سیاسی حرف میزنیم. عمل کرده یک دولتمرد یا یک روحانی مورد انتقاد ماست. واژگانی که ما به کار میبریم معرف نوع نگرش ماست. اگر ما نیز مثل مصباح یزدی حرف بزنیم، اگر ما نیز مثل احمد جنتی حرف بزنیم، چه تفاوتی با او خواهیم داشت؟ در این حال کینه ورزی که میگم، آقای خامنه ای 25 ساله داره مرگ بر آمریکا میگه، 25 ساله داره به ملت و دولت آمریکا توهین میکنه و همینطور به خیلی از ملت ها و دولت های دیگه. این میشه عقده خالی کردن، میشه کینه ورزی. نگاهی که من دارم در این دو مورده. به معنای دیگر ما کمتر دیدیم مثلا هنرمندی بیاد بخواد در رابطه با هنرمند دیگر توهین بکنه، ناسزا بگی یا کینه ورزی بکنه. نه، ممکنه خوشش نیاد، انتقاد کنه، بگه آقا من صدای این آقا یا خانم خوشم نمیاد، هیچ اشکال نداره. ولی اگر توهین کرد، خب طبیعتاً اون توهین پذیرفته نمیشه. برنامه‌های تلویزیون ایران فردا بر این دو اصل طلایی حرفه ما پافشاری میکنه و تاکید داره و هدف من هم این بود. میریم شروع میکنیم پیام‌های شما رو شنیدن و بنده هم سعی میکنم به قول معروف در به اندازه بضاعت مزجاتم، به قول علما به اندازه سبوعی که از دانش آب برمی‌دارد، به همون اندازه سعی می‌کنم پاسخ‌های
به قول اینا پرسایز اسپسیفیک، دقیق و کوتاه و روی هدف، این پاسخ ها رو به اطلاع شما برسونم. ما هفته که گذشت پشت سر گذاشتیم در انگلستان، در بریتانیای کبیر، با موضوع رفراندوم اسکاتلند روبرو بودیم. میخوام بگم اینا چیزایی که آدم یاد میگیره. گروه استقلال طلبان، جدایی طلبان که yes vote یا رأی مثبت باید میدادن به جدایی، 2.5 سال این دفعه کمپین کرده بودن. یه بار دیگه هم خب شده بود به نفع خواستاران ادامه پیوند. 2.5 سال کمپین میکردن. گهگاهی در برنامه های تلویزیونی، رادیویی، در بحث ها و کنفرانس هایی که بود تون میشدن. اما هیچگاه این تندی خط ادب رو نمیشکست. در اون چند روز پایانی ما قبل رفراندوم باز هم شاهد همین بودیم. داغ‌ترین بحثا رو در تلویزیون میکردن، یکدیگر رو متهم میکردن که این موضوع رو درک نکردن، اما کسی به هم فحش نمیداد. مردم توی خیابون، این طرف طرفداران پیوند یا ادامه پیوند و اون طرف خواستاران جدایی، توی پاپ یه طرف اینا ایستاده بودن یه طرف اونا، شادی میکردن، فریاد میزدن، اتهام میزدن، ولی باز به هم ناسانه میگفت، گریبان همو نمیگرفتن. شما فکر کنید 1,600,000 تن رأی داده بودن به جدایی، ولی در مقابلشون فراتر از 2,000,000 رأی به ماندن داده بودن. اون گروهی که باختن، در واقع 2.5 سال کمپین کرده بودن ولی باختن، نرفتن فردا چاقو بکشن بیان طرفداران وحدت رو با چاقو بزنن یا بگن شما خائن بودید به اسکاتلند. نه، با فروتنی، با آزادگی گفتن نتایج بالت باکس، صندوق رأی رو احترام میگذارن و میپذیرن. و اون دسته‌ای که خواستار ابقای این بریتانیای کبیر و حضور اسکاتلند در اون بودن، اونا هم وقتی بردن، یعنی وقتی حرفشون به کرسی نشست که جدایی به نفع ما نیست، فخر نفروختن، ژست نگرفتن، گردن بالا نگرفتن، دیدین؟ نه، در رأسشون آقای نخست وزیر آقای کامرون اومدن. آقای دیوید کامرون به مردم گفتن جلوی دانینگ استریت شماره 10 که مقر نخست وزیر بریتانیا هستن، براتون میگم وقتی ما اینجا دانشجو بودیم خیلی راحت بود، گاهی پیاده که رد میشدیم قشنگ میچرخیدیم تو اون خیابون و میرفتیم، گاهی هم نخست وزیر میمد بیرون و نگاش میکرد. من آقای کالاهان رو مثلا دیده بودم اونجا و میمدن بیرون، همطور آقای ویلسون رو. ولی بعد از اون سوء قصدی که به خانم تاچر شد، به ویژه اون سوء قصد عجیبی که در برایتون شد، آیاره کرد، و من یادم نمیره تصویر نورمن تبت که میتوانست جانشین شایسته برای تاچر باشه که جاش میجر نیاد، همسرش زخمی، خودش خونین، خاک بر سر و روش، یادم نمیره. بعد از اون ناچار شدن اقدامات امنیتی و احتیاطی انجام بدن، از جمله دری گذاشتن برای داونینگ استریت، خیابان داونینگ، و یک مامورانی که شما وقتی وارد میشید یا باید خبرنگار باشید یا مسئولی باشید یا به میهمان نخست وزیر هستید یا چانسلر که خونش اون طرف خونه نخست وزیره و دفترش، اینا همش بر اثر این تروریسم لعنتی که متاسفانه انگ اسلامی هم روش خورده. و بعد از آیاری و گروه های فلسطینی که دست به اقدامات تروریستی می زدن، چشممون به جمال حزب الله روشن شد. چه آدم کشی های کرد، چه جنایاتی کرد در بیروت و همینطور حماس، بعد ماجرای جهاد اسلامی، بعد گروه های تروریستی در عراق، عصائب اهل الحق،
اونجا جیش المختار، فیلق بعد، سپاه بعد، و در افغانستان القاعده، بقیه اینا رو دیدیم در پاکستان. از اون به بعد زندگی در کشورهای دموکراتیک، کشورهایی که با نظام مردم سالار ادامه پیدا کرده، بسیار سخت شد، برای اینکه ناچاره اینا برای حفظ ملتشون، سلامت جامعه، مجبورن یه اقدامات احتیاطی و امنیتی رو اتخاذ کنن. فرودگاه ها، سفر بسیار مشکل شد، مدتی عبور از اون بخش سکیوریتی زمان میبره، خسته به پای هواپیما میرسید، سفر که یک امر لذت بخش بود تبدیل به عذاب علیم شده، و اینا همه هست. دانینگ استریت هم از این خارج نیست. این توضیحات دادم، این وسط میشه یه حرف رو زد. آقای دیوید کامرون آمد با نهایت فروتنی از این که مردم اسکاتلند بقای با بریتانیا رو انتخاب کردن، گفت احساس غرور میکنه، خوشحاله، اما همونجا وعده داد آنچرا به مردم اسکاتلند وعده داده بودم انجام میدم، در چارچوب خودمختاری مالی، خودمختاری در خیلی از مسائل دیگه. و بعد انگلستان در پارلمان نمایندگانش گفتن خب حالا از این به بعد ما هم باید خودمختاری داشته باشیم، نه اینکه نمایندگان اسکاتلند یا ایرلند یا ویلز موقعی که مسئله مربوط به انگلیس اون هم در رأی‌گیری شرکت کنه. به هر حال داستان جالبی، سریعتر بریم سراغ تلفن‌ها. گوش میدیم اولین تلفن رو. آقا من از کانادا صحبت میکنم. از برنامه آقای لیموناتی بسیار بسیار عالی بود، دستشون درد نکنه، واقعا دست همتون، همه کار زحمتکشای ایران فردا. و ترانه بارون هم ازش درخواست میکنم از آهنگهای قدیمم لطف کنم بذارن، مخصوصا مرغ سحر که کسی دیگه در اولین بار خونده. ما تو یک تلفن دیگه هم درباره ترانه باران داریم. همکار من پرسیس این در واقع آزادگی رو داره که نظرات رو گوش بده، حالا انتقادی بود یا تعریف بود به هر حال، و در صدد این بر بیاد که بعضی از خواست‌ها رو انجام، مثلا پرداختن به آهنگای قدیمی هم کار بدی نیست، ولی به هر حال ترانه باران یک اودینس خاصی رو هدف قرار میده. ولی دیدم پرسیس گهگاهی به ترانه‌های قدیمی هم میپردازه، حتما او شنیده و به این توجه خواهد کرد. تلفن بعدی. اگه امکان داره لطف کنی یه برنامه در رابطه با پناهندگان ایرانی ردیف کنیم، خیلی خوشحال میشیم. ممنون از همگی شماها، ایران فردا. سپاسگزارم هموطن عزیزم. چشم، اتفاقا جزو فکرهای ما هست که حداقل حالا به صورت یک برنامه تکراری و دائمی و همیشگی میتونیم هر از گاه گزارشی از پناهندگان ایرانی داشته باشیم، به ویژه اونهایی که در ترکیه هستن که وضع چندان مطلوبی ندارن، اونهایی که در شمال عراق هستن وضعشون بهتره ولی در ترکیه واقعا سخته و اصلا سیاست دولت ترکیه در این زمینه مشخص نیست. با کمتر شدن میزان پناهندگان، تغییر شرایط، حالا همه اینا در زمان احمدی نژاد وحشتناک بود، میتونه آدم تصور بکنه که ممکنه فشارها بیشتر بشه، بخوان پناهندگان رو برگردونن. حتما به این مسئله خواهیم پرداخت به طور قطع. بیننده بعدیمون. دکتر نورزاده. سلام های دکتر نورزاده، ما خیلی دوستتون داریم، ما کردها خیلی شما را دوست داریم های نوریزاده، واقعا از حرفاتون لذت میبریم. موفق باشید، قربونتون، خدا حافظ. ممنونم هموطن کرد من از مهرت به من، و خودت میدانی که من تک تک آحاد ملت ایران رو چطور حرمت مینهم و دوست دارم، و طبیعتاً کردها هم خب یه جایگاه خاص و ویژه از دیرباز داشتن، زمانی که من با یک خانواده سرشناس و
بسیار محترم کرد وصلت کردم و همسرم که کرد بود طبیعتاً اون خوی و خلق و عادات و همه اینا رو از نزدیک باش آشنا شدم و طبیعتاً خب کردها ما رو به قول زنده یاد دکتر قاسملو همیشه میگفت که گفت از مولا نصرالدین پرسیدن کجایی، گفت هنوز زن نگرفتم. و وقتی ازدواج میکنی طبیعتاً هویت تو نزدیک میشه به هویت همسرت و نزدیک میشه به اون مجموعه یا اون قومی که وابسته به اون است. و چنین در مورد منم چنین اتفاقی افتاد و دلبستگی من به کردها و این قابل لمس هست در همه چی. ممنونم ازت. بیننده بعدیمون. با درودهای فراوان خدمت آقای دکتر نوریزاده. حال شما چطوره؟ شالا خوب باشید. آقای نوریزاده، ما تو ایران خودمون اینقدر بدبختی دورمونه گرفته، اینقدر بیچارگی دورمونه گرفته، این فیلم ها رو تو رو خود نشون ندیم، بچه از زیر آوار دارم میارم بیرون. ما خودمون بچه هامون 20 ساله شدن دارن پرپر میشن که این مملکت یه نوع دیگه. با تشکر. سپاسگزارم دوست من. اگر تصویری یا خبری پخش میشه که مسلماً آدم ناراحت میشه ببینه، یا این واقعیت جهانه، آنچه داره اتفاق میفته، نگاه کنید جانورانی به نام داعش، حیواناتی به نام حیوانم چنین نیست، انسان بیگناهی رو در برابر دوربین تلویزیون مینشانن و سر او رو میبرن به اسم اسلام. آقای ابوبکر بغدادی خود رو خلیفة المسلمین میدونه و دست به این جنایات میزنه. ما باید این جنایات رو بازگو کنیم، باید بگوییم اسلام نابانقلابی محمدی داعشی چیه. تمام که قبلا بلادنیشو گفتیم، حزب اللهیشو گفتیم، ولاییشو گفتیم، هادی الامیریشو گفتیم، مقتدا صدرشو گفتیم، داستان جیش المختارشو گفتیم. و اینه که باید بگیم، باید اینا رو اوریان کنیم، بی آبرو بکنیم تا حرکتی به وجود بیاد. الان بعد از این جنایاتشون تو عراق و سوریه مشاهده میکنیم یک موج بزرگ جهانی ایجاد شده برای مقابله با اینها. هموطن بعدی. سلام آقای دکتر. وقت بخیر. یه سوالی دارم، میخواستم ببینم که سر بریدن با خفه کردن و تیر قربون کردن فرق میکنه. هر سش کشتن انسانه، حالا چه سر ببرید چه با تنها خفه کنید و تیر قربون کنید. و یه مسئله دیگه، از بعد ورود داعش به منطقه تمام کانال ما دارای پارازیت شده. خدا من چندان متوجه نشدم منظورشون چه بود. خیلی طبیعی است کشتن هر انسان به هر وجه و شکلی جنایت است و باید در برابرش ایستاد و آن کس که دست به این جنایت میزنه محکومه و باید مجازات بشه. اما وقتی یه نفر رو میره در خفا میکشه این یه جنایته، ولی وقتی میاد سرش رو جلوی دوربین میبره این دو جنایته. فقط یک جنایت کشتن یک انسان نیست، نمایش این عمل جنایتکارانه خودش یه جنایته. و این هست که من دارم تأکید میکنم، این جانورانی به نام داعشی ها که متاسفانه خیلیشون بچه های نسل سوم مهاجران پاکستانی و بنگالی و شبه قاره و چچن و غیر و غیر هستن و بسیار اسباب تأسف، بسیار اسباب. دیدم یکی از اینایی که در گوانتانامو بود استرالیایی برگشته و یک کتاب نوشته که سالهای من مثلا در گوانتانامو، و کتابو منتشر داشتیم کرده 600 صفحه کتاب با یه مبلغ بالایی و انتظار داشته پول کلانی به دستش بیاد اونو بفرسته برای داعش. دولت استرالیا جلوشو گرفته و میگه ما اجازه نمیدیم تو از روایت جنایت پول بزنی به جیب، و به اندازه کافی ما خرج کردیم که تو را گوانتانامو بیاریم بیرون. هموطن بعدی ما میشنویم. سلام میگم و خسته نباشید. میگم به تمام
دستم در کارال تل بده. متشکرم واقعاً ازتون. فقط میخواستم بگم که یه تقویم هم برای هنرمندان اگه ممکن هست بذاریم، مثلا فلان هنم هنرمند امروز فوت کرده یا به دنیا اومده یا شاعر یا بقیه هنرمندان مشهد ایرانی. ممنونم از لطفتون. سپاسگزارم دوست من. یادتون باشه ما یه برنامه تقویم تاریخ داریم، در این تقویم تاریخ هر روز متولد یه شخصیت، مرگ شخصیت یا مطالبی در زمینه شخصیت ها بررسی میشه و طبیعی دوستان ما هم در برنامه خودشون، در برنامه چارسو، در برنامه ترانه باران، در برنامه چمتا به این نوع مسائل میپردازن، همینطور در برنامه فیم و حتی آقای اسدالله‌ای دیدم گاهی به این موضوع اشاره میکنه. اینه که در برنامه‌های مختلف به هنرمندان، به چهره‌های ماندگار اشاره خواهد شد. بسیار ممنونم. حالا امیدوارم، میگم، در برنامه تقویم تاریخ یه مقدار زمینه‌ها بازتر بشه که به این نکته هم بتونیم بپردازیم. دوست بعدی ایران فردا. با سلام و خسته نباشید به تمام کارکنان تلویزیون خوب ایران فردا. الان ساعت 7:35 در ایرانه. من از ایران تماس میگیرم. برنامه روبه پنجره روبه خانه پدری از آقای نورزاده دارم نگاه میکنم که آقای شاهید دارن صحبت میکنن و خوشحالم که برج شهیار در پشت سر ایشون داره جلوگری میکنه. من یه پیشنهاد راجع به این قضیه داده بودم. خیلی خیلی ممنونم از این که میبینم این برج به یادماندنی رو دارید نشون میدید. متشکرم. ممنون. حتما برج به یادماندنی در دلهای ماست. اون نمادی که روزی که متولد شد چقدر پرغرور شدیم که تهران ما هم حالا یک نماد ویژه داره، یه نماد خاص داره. هموطن بعدی بود. سلام، خسته نباشید، بعد از ظهرتون بخیر. از کنم اطلاعی داشتن را یه تران بارانتون. خیلی سرده عزیزم، خیلی برای ما سرده. از کنم دیگه ما تو ایران جوون نداریم، جوون 20 ساله ها همه 60 ساله هستن که جوون نداریم توی آهنگای چرت و پرت قرمی. دوستان، دوست عزیز من، اولا تو ایران جوون داریم. این نسل بالنده ای که ما در جنبش سبز میدیدیم الان تو خیابونای تهران میبینیم، نسلی که رژیم با همه تلاشش برای سرکوبی و واداشتنش به پذیره کتهای ولایت فقیه همچنان میبالد، آهنگ میسازد رو پشت بام، بانوانی میستن آواز میخونن، اون فیلم هپی رو درست میکنن. چطور ما جوون نداریم؟ دوست عزیزم، در برنامه های ما برای سلایق مختلف برنامه هست. شما نگاه میکنید دفعه در برنامه چمتا صدای فیروز رو میشنوید، زکی مورن رو میشنوید، بعد صدای اندی ویلیامز رو میشنوید، بعد میاد شما نگاه میکنید بهترین خواننده اپرا رو میشنوید و در کنارش الویس پریستی رو. و اینه که سلایق مختلف در اینجا حضور داره. ترانه باران بیشتر نسل جوان رو مخاطب قرار داده، نسلی که به موسیقی پاپ علاقه مند، موسیقی مدرن رو دوست داره. اجازه بدید اونا هم دلشون به برنامه که دوست دارن، دلشون پر از شادی و نشاط بشه که برنامه شون رو دارن میبینن. حالا آهنگ غمگینی هم توش ممکنه پخش بشه، ولی تهیه کننده برنامه همیشه دیدم دقت کرده گاهی اوقات برای اینکه مخاطبان مختلفی داره و بیشتر داشته باشه به سراغ موسیقی کلاسیک و سنتی هم میره. این پیام شما رو ایشون شنید. بیننده بعدی بود. با درود فراوان، یه خواهشی داشتم آقای نوری‌زاده، وقت کرد یه کمی از این دزدی های جمهوری اسلامی بگین. خیلی ممنون میشم از دوست. ما بسیار گفتیم دوست من، منتها انقدر زیاده
که نمیدونیم دیگه چی بگیم. واقعا فراوون گفتیم که وقتی مافیا مسلط میشه و سرنوشت ملت، حالا مافیای معمم، مافیای مکلا فرق نمیکنه، وقتی این دزدی هم زیاد میشه که آقازاده آقای واعظ طبسی یا آقازاده آقای یزدی، یزدی شیخ محمد، ماشین یه میلیارد و خورده ای سوار میشه. بله حتما بازم خواهیم گفت. هموطن عزیز بعدی من. الو سلام آقای نوریزاده. سلام آقای چالنگی، من از ایران زنگ میزنم. خوب شد پیامگیرتون به کار افتاد. من خواستم بگم شما که انقدر دقیق هستین در هر مسئله ای، این 17-18 سال هیچ گونه فکر کردین تصویری از آقای مسعود رجبی وجود نداره؟ اون دفعه هم که در اون مسئله اشرف بود یه عکس ثابتشو گذاشته بودن با یه صدای کاملا ساختگی که میگه بس بس بیا جلو فلان اینا، که اصلا کاملا صدا رو اگر بدین یه کسی که صدا رو بشناسه مگر ایشون یه آلزایمر گرفته یه مرده؟ اصلا هیچ شما هیچ گونه نمی حرفی نمیزنید راجع به ایشون. ای بابا من راست میگم زنده. بله حضورتون عرض کنم اگر برنامه های منو دنبال کردید، هم در دو برنامه و هم در یک مقاله‌ای که نوشتم که در گویا نیوز، در سایت خودم، در سایت تلویزیون، در خلیج فارس منتشر شد، این موضوع رو من مورد بررسی قرار دادم و براتون بازگو کردم که آقای رجوی با گریز از عراق کسانی رو که میگفت مردان و زنان من، مجاهدا، برادر و خواهرها، رها کرد به امان خدا، رها کرد که جنایتکاران جیش المختار و حزب الله عراق برن و نیمه شبان حمله کنن، سرکوبشون بکنن، تعدادشون رو بکشن و حتی در اردوگاه لیبرتی هم اونا رو رها نکنن. آقای رجوی میخواست با 50 تا 100 تا آدم تو اشرف گذاشتن اینجا رو نگه داره و خیلی طبیعی بود دولت مالکی همدست جمهوری اسلامی که این کار نمیذاشت بکنه و این پایگاه رو نمیذاشت دست مجاهدین باشه، کمان که رفتن گرفتن و امروز نیروهای نظامی اونجا مستقرن در منطقه خالص عراق. آقای رجوی تشریف بردن به اردن، ویلاشون سر جاشه، استخرشون سر جاشه، ورزششون سر جا، گردش و تفریحشون، همه چی در، و اینو باید همه مجاهدین داشته باشن. مجاهدین انسان‌هایی هستن که 30 سال 35 سال آقای رجوی جوانیشون رو سوزونده و خاکستر کرده و جنایت جمهوری اسلامی دوستانشون و برادر و خواهر و زندگیشون رو بین برده و خودشون رو خورد کرد. آقای رجوی باید پاسخگو باشه به اینا، کمان که رژیم جمهوری اسلامی باید پاسخگو باشه. جنایت ها دو سره است، دو طرف داره، یه طرف رهبری مجاهدینه، یه طرف رهبری جمهوری اسلامی و سپاه و بقیه. ولی امروز آقای رجوی من نمیدونم با چه روی میتونه به اعضای مجاهدین اصلا نگاه کنه. حالا به قول این خانم تصویرشون اون بالا میذارن و ایشون، حالا صدای خودشونم بود که صحبت میکنن که حسن خوبی، حسین چطوره، یعنی ایشون همون با چشم خفیه دارن نگاه میکنن. زعفر جنی دوربین مخفی برای ایشون گشته که محمد و حسین و تقی و حسن رو میبینه. حالا گوشی تو گوششونه، رقیه خانم یا یک کدوم دیگه از این فرمانده‌ها در گوششون میگه که کی هست، کی داره حرف میزنه و ایشون هم راحت تو ویلاش نشسته، هر از گاهی هم همسرشون به دیدنشون میره و ای کاش همه مجاهدین این بخت رو داشتن، ای کاش. هموطن بعدی ما. سلام خدمت آقای نوریزاد و همه همکاران. آقای نوریزاد عزیز، ما توقعی از شهر سنه داریم اخبار راست و تفسیر راست دار. باور کن من هر شب اخبار زینبالی و تفسیرهای شما را گوش میدم و افتخار میکنم هم بسنهای خوبی مثل شما دارم. میدونم به قدر هزینه متحمل میشی و زحمت میکشی فقط به خاطر ایران. نخواستم اینه که از افراد بزرگی استان ما که لرنشین هستیم، خارج از کشور هستن، اونها را پیدا کنی و باهاشون صحبت کنی، مثل شعبازخان زرغانپور، فرزند خسروخان و غیره، هر چی را که سراغ داری و سلام میگیری. از دوستان ما حتی اطلاع داری
در فرصت مناسب برام تعریف کن. تشکر، مرسی. از استان کوچلو بیرحمت تماس میگیرم. ممنونم. وقتی بوی رحمت رو به یاد میارم یا سوج رو به یاد زنده یاد مهندس فریدون امیر ابراهیمی میفتم، فرماندار کلی که رفت اونجا و با کمترین بودجه‌ای که در اختیار داشت چهره یاسوج و بوی رحمت رو تغییر داد. هموطنان نازنین ما در اونجا یک به من زنگ میزنه، برای من ارزش داره اینا و خوشحالم که در اونجا هم بینندگانی ما داریم. طبیعتاً من اگر تلفن آقای زرقانپور رو داشتم حتما خدمتشون زنگ می‌زدم و اگر برنامه ما رو میشنون امیدوارم با ما تماس بگیرن بتونیم با ایشون که پر از ناگفته ها صحبت کنیم. چقدر خوشحالم برنامه‌ای که ما روز پنجشنبه با آقای مهندس حسن شریعت مداری داشتیم اینقدر مورد توجه شما قرار گرفت. واقعا شما دنبال حقیقتی، دنبال ناگفته ها، و چقدر آقای مهندس شریعت مداری صادقانه و زیبا صحبت کردن و حرفای ناگفته رو گفتن. من همیشه آماده نشستن و گپ و گفت با چهره هایی چون ایشون هستم، آنهایی که میدانن و میتوانن به مردم کمک کنن در شناخت بیشتر سرزمینشون، مردان سیاسیشون، تحولاتی که کشورشون شاهد بوده و سرانجام انقلابی که نمیگیم دزدیده شد، انقلابی که به کودتا منجر شد. هموطن بعدیمون سراپا گوشم. با سلام، با احساس ناراحتی زیاد از حد، ای خدا به این عذار مظلوم، من یک کارگر سفور بودم بابا، ای اروپا، ای خارج، ای آلمان، ای آمریکا، ای ناکسان، این گوله داشت چی پخه شما به این نمیتونه زورش برسه. آقا نگاه کن نشون میده غلبر بیننده قطع قطع میشه. آقا این درسته، این وجدانه، این شرفه، این غیرته. آقای نوریزاد شما با سوادین، با قول خودتون چی میگن آدم های پیشرفته هستین، به این خان آمریکا و اروپا بگیم بابا جلوی نسخوشی بگیرن، این فردا برمیگرده به کشورهای دیگه. آخه اینا چی پخی هستن که شما عربی ها نمیشین؟ بله هموطن عزیزم، میبینید که یک حرکت جهانی برای مبارزه با تروریسم اسلام ناب انقلابی محمدی داعشی و بن لادنی و اینا به راه افتاده و این موجودات خطرناک، این موجودات بیمار روانی طبیعتاً باید اینی که میگن زمین از اینا پاک بشه، واقعا اینطوره. واقعا عراق باید تطهیر بشه، پاک بشه، سوریه همینطور. اینا خطرناکن، اینا که بعضی هاشون در این بریتانیا یا در فرانسه، در آمریکا، در جاهای دیگه بهترین شرایط رو برای تحصیل، برای برخورداری از یک زندگی خوب داشتن. یه ملای شیاد بی سواد اومده تو مغز اینا ادبیاتی رو کرده، نفرت رو کاشته و این کار کرده که اینا تبدیل شدن به بمب‌های ساعت شمار. هموطن بعدیم، با سلام و عرض ادب خدمت جناب آقای دکتر نوری‌زاده عزیز و دوست داشتنی. ما همیشه برنامه پنجره رو به خانه پدری رو همیشه می‌بینیم و واقعا استفاده می‌کنیم از صحبت‌های قشنگ آقای نوری‌زاده، تحلیل خوب ایشون. فقط درخواست من اینه که فکر می‌کنم بیش از یک ساله آقای نوری‌زاده وعده دادن که یک برنامه به صورت زنده و بدون اینکه تلفنی بتونیم ما تماس بگیریم باشون صحبت کنیم، حالا نظری داشتیم فیلم برای محقق نشد، در که بشه در مورد این توضیح بدن خیلی ممنون میشن و امیدوارم که به زودی همچین برنامه محقق باشه و بتونیم تماس بگیریم و با آقای نوری‌زاده و کارشان زمان محترم شبکه صحبت کنیم. سپاسگزارم، خدا نگهدار. ممنونم هموطن عزیزم، حتما این کار میشه. بهتون گفتم روی هاتبرد میریم و یک خط تماس مستقیم خواهیم داشت که شما هر هفته میتونید زنگ بزنید با من صحبت کنید و با همکارانم و پاسخ بهتون میدیم. البته ازتون میخوام، از من اینو نخواهید که تو برنامه ها تک تک من تلفن بذارم که مثل بعضی از تلویزیون ها نیم ساعت، سه ربع، یک ساعت، گاهی دو ساعت فقط بره رو تلفن. نه، چون
من برای تلویزیون هدفی قائلم، خط و مشی قائل هستم. حالا شما به مرور میبینید شعارهای ما رو، هدفهای ما رو، و بنابراین اجازه بدید که ما در فرمت جدید یه برنامه ویژه داشته باشیم. شما و ایران فردا مستقیما زنگ بزنید، بندم گوشی رو بردم و باهاتون صحبت کنم. هموطن بعدی ما، از ادب و درود دارم خدمت های دکتر نوری‌زاده و همکارانشون. درخواستی داشتم. بنده از کسایی هستم که واقعا برنامه ایشون رو پیگیری میکنم، مطالبشون استفاده میکنم، مخصوصا تحلیلی که در موضوع ایران و خاورمیانه دارن. پس اگه بشه گاهی سوالات بینندگان رو از طریق تماس تلفنی هم جواب بدن، همونطور که در کانال یک زمانی برنامه اجرا میشد، فکر کنم استقبال بیشتر میشه و باعث میشه که مخاطب بیشتر جذب بشن. ممنون میشم. تشکر. سپاسگزارم هموطن عزیزم. چشم، حتما همونطور که گفتم. و میشنویم پیام هموطنی دیگر را. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دست‌اندرکاران شبکه وزین ایران فردا. من درخواستی داشتم، یک بار دیگه مطرح کرده بودم، اما مثل اینکه یا نشنیدید یا تصمیمتون این نیست که بهش ترتیب اثر بدید. من دوباره این درخواستم رو مطرح میکنم. ببینید، شبکه شما از شبکه های دیگه ماهواره‌ای فارسی زبان مثل بی بی سی، صدای آمریکا و این شبکه های دیگه‌ای که الان وجود داره چیزی کم نداره. واقعا از لحاظ بار معلوماتی شبکه شما از خیلی از اینها یا از اکثر اینها بالاتره. من میتونم ادعا کنم که شاید بی بی سی مثلا یک، چون خبر رسانی میکنه و خبرگزاری، شاید از شما بار بیشتری اطلاعات به مخاطب منتقل میکنه. ازتون یه درخواستی داشتم، عرض کردم خدمتون قبلا. ببینید، شما یک برنامه مخاطب محور باید داشته باشید تا شبکتون یک شبکه کامل بشه. مخاطب بتونه بیاد توی برنامه‌تون صحبت بکنه، بتونه بیاد شبکتون رو به چالش بکشه، شما جوابش رو بدید. این هم باعث جذاب‌تر شدن شبکتون میشه و هم باعث پرمخاطب‌تر شدن شبکتون میشه. کاملا با حرف شما موافقم. باز در طول برنامه به دفعات گفتم این هدف منه و همکارانم، و ما به زودی برنامه مستقیم تماس رو خواهیم داشت که شما بتونید کاملا حرفاتون رو بزنید. فکر کنم فرصت داریم که یک بیننده دیگرم صحبتشون رو بشنوید. روزتون خوش. من برنامه آقای نوری‌زاده رو میبینم، پنجره رو به خانه پدری، امروز سه شنبه. فیلمی که گذاشتن که آقای خامنه‌ای صحبت میکنن و صدا پخش میشه، اگر خود آقای نوری‌زاده دقت بکنن، این لیپسینک آقای خامنه‌ای با اون صدا مثل اینکه یه 7-8 روزی با هم فرق دارن. موفق باشید، پرتوان باشید، با آرزوی تندرستی. سپاسگزارم هموطن عزیزی که اینقدر دقت کردن. نمیدونم، من باید مراجعه بکنم دوباره اونو ببینم، ولی تصور میکنم گاهی پیش میاد در موقع ضبط یک برنامه، گاهی اوقات صدا با لب همخوانی نداره، گاهی اشکال فنی هست، صدا جلو و عقب میشه. حالا نمیدونم، من باید ببینم. و به هر حال ممنونم که شما تا این حد دقت دارید به برنامه هاتون. ما سعی میکنیم هم تصویر ما خوب باشه. گمان میکنم شما راضی هستید از تصویر ما، مگر پارازیت میگن اون دیگه بحث دیگه است. اما رفتن روی هاتبرد بدون شک دایره و شعاع حضور ایران فردا رو گسترده تر میکنه، و طبیعتا ما کارهای دیگه ای هم کردیم برای اینکه در اروپا، در امریکا، در ژاپن، در استرالیا بتونیم به زودی در حضور شما باشیم. ایران فردا شبکه شماست، در خدمت شما و آرمانهای ملت ایرانی. با شما بدرود میکنم تا هفته آینده که بار دیگر صدای نازنین شما رو بشنوم و به سوالاتی اگر هست یا پیشنهاداتی پاسخ دهم. ایران سربلند، ایرانی سرفراز،
پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. من علیرضا نوری‌زاده تا هفته آینده که بار دیگر با شما و ایران فردا خواهیم بود، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. الو ایران فردا. الو ایران فردا. الو ایران فردا. الو ایران فردا.